سلام، به نگاه سیاسی امروز خوش آمدید. انتقادها در خصوص توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هر روز رنگ و بویی تازه به خود می‌گیرد و در حالی که اعتدالگرایان این توافقات را مثبت ارزیابی کرده و آن را حرکتی در جهت رسیدن به آرامش و ثبات در کشور و منطقه می‌دانند، تندرویان حکومتی با انتقادات گسترده این مصالحه را عقب نشینی از آرمان‌های نظام و در جهت خواست غرب عنوان می‌کنند. این انتقادات به حدی گسترده شده که آیت الله خامنه ای به عنوان فرد اول تصمیم گیرنده در کشور روز شنبه 19 بهمن ماه در دیدار با فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش بار دیگر مسئولان حکومتی را به مدارا با یکدیگر فراخواند. بر اساس شرایط موجود کشور به نظر می رسد در جناح حاکمیتی ایران یک جراحی در جهت حفظ نظام در حال انجام است. از یک سو آیت الله خامنه ای با حمایت تلویحی از عملکرد دولت به دنبال ترویج اعتدالگرایی و همراه کردن اصلاح طلبان در کشور است و از سوی دیگر با انتقاد به غرب موج غرب ستیزی را زنده نگه می دارد. با پیروزی حسن روحانی این افراطیون حکومتی که ثمره عملکرد آنان با تحقیر از سوی ملت در انتخابات ریاست جمهوری 92 مواجه گردید، حیات خود در عرصه سیاسی کشور را در شکست این مذاکرات و توافقات صورت گرفته دنبال می کنند و بی محابا و بدون استدلال منطقی پرچم مخالفت با دولت را بلند کردند. این تشنگان قدرت بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کنونی و منافع ملت ایران، بدون اینکه راه حلی ارائه دهند، توافق هسته‌ای را سازشکارانه ذکر می‌کنند و معتقدند تیم هسته‌ای روحانی در پی نزدیکی با آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی است. اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد و آن هم موضع آیت الله خامنه ای است که با مسئول خواندن دولت 11 در خصوص توافقات صورت گرفته موافقت یا مخالفت خود را به صراحت اعلام نکرده و منتقدان دولت این مسئله را دلیل بر نارضایتی شخص اول کشور قلمداد می کنند. در این زمینه سخنرانی روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی نشان از این امر دارد که وی می خواهد در عین اینکه با کلیات عملکرد دولت در بحث توافقات هسته‌ای مخالفتی نکند، با عدم اعلام موافقت خود در این زمینه توازن قوا در کشور را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل بی‌اعتمادی به غرب منتظر روزها و اتفاقات آینده بماند. در خاتمه باید گفت بدون تردید توازن قوا در کشور مهمترین خواسته آیت الله خامنه ایست، زیرا موفقیت دولت جایگاه وی را به عنوان نفر اصلی تصمیم گیرنده در مباحث کلان به خطر خواهد انداخت و عدم موفقیت حسن روحانی نیز ممکن است شاکله نظام را دچار چالش نماید.